این لاین بریدینگی که خدمت شما گفتم، ببینیم در کبوتر به چه شکلی پیاده میشه. در اینجا این کبوتر A رو در نظر بگیرید که به عنوان مثال کبوتر بلند پرواز بوده که فرض کنیم 10 ساعت عملکرد پرواز داشته و انتخاب شده، حالا یا بر اساس شکل ظاهری و پروازش یا سرعت پروازش یا اینکه گفتیم بیماری نداشته در نسل خودش و یا تیپ ظاهریش که مورد پسند صاحبش بوده. فرض کنیم این کبوتر رو ما انتخاب کردیم و در اینجا میبینیم که این کبوتر رو ما با یک کبوتر مادی که اونم انتخاب شده و بر اساس معیارهایی که خدمت شما گفتیم این رو و این کبوتر ماده نسبت به نوع دیگه امتیازاتی داشته که انتخاب شده. پس این کبوتر نر A در مرحله اول تن شده یا آمیزش داده شده یا جفت شده با کبوتر B و ما از این تلاقی یا آمیزش فرض کنیم که 20 تا جوجه گرفتیم، معمولا 10 تا نر 10 تا ماده. حالا این کبوتر نر A که مورد نظر ما بوده مجددا با یه مادی دیگه جفت شده و باز هم به همین شکل 20 تا جوجه گرفتیم، 10 تا نر 10 تا ماده. این ماده با حرف C به نمایش در میاد، جوجه های حاصل A ضرب در C میشن AC و در تلاقی اول که کبوتر A بوده با مادی B جوجه ها رو ما AB فرض میکنیم. در جفتگیری سوم باز با یک ماده مختلف دیگه جفتگیری کرده تحت عنوان دی و باز هم 20 تا جوجه گرفتیم، 10 نر 10 تا ماده و جوجه های حاصل رو ما AD نامگذاری میکنیم. و در مرحله چهارم یا آزمایش چهارم ما کبوتر نر A رو با ماده E جفت زدیم و کبوتران AE رو به وجود آوردیم که باز هم فرض کنیم که 10 تا نر 10 تا ماده و به همین شکل اینها رو ما AE فرض میکنیم. پس کبوتر نر در 4 مرحله جفتگیری با 4 ماده مختلف جفتگیری کرده و در حقیقت جوجه هاش همه خواهر و برادر ناتنی هستند. حالا فرض کنیم در تلاقی اول یا آمیزش AB که ما اینا رو در نظر گرفتیم، فرض کنیم از این تلاقی فقط ما نرها رو انتخاب میکنیم که باز هم میشه گفت نرهایی رو که عملکرد بیشتری داشتن نسبت به بقیه، و در تلاقی دوم ما فقط ماده ها رو انتخاب میکنیم و این نرهای انتخاب شده با ماده های انتخاب شده جفتگیری میکنن و نسل رو ایجاد میکنن حاصل از تلاقی ABAC تحت عنوان ABAC. به همین شکل سراغ آمیزش سوم و چهارم رو بریم، ما از آمیزش سوم فقط نرها رو انتخاب میکنیم و یعنی 10 تا نر رو، از آمیزش چهارم رو هم فرض کنیم همه ماده ها انتخاب شدن، 10 تا ماده انتخاب شده و این نرها با این ماده های انتخاب شده تلاقی پیدا کردن، ADAE رو به وجود آوردن. حالا باز در مرحله بعدی اینها که با هم دیگه جفتگیری کردن، AB در AC جفتگیری کرده، جوجه های رو به وجود آورده، ما به عنوان نسل F1 تلقی میکنیم و به همین شکل حاصل AD و AE جوجه هایی بودن که نسل ADAE رو ما شاهد هستیم. در این مرحله آزمایش باز هم از این جوجه های حاصل از این تلاقی ما جوجه های نر رو فقط انتخاب میکنیم یا پرندگان نر رو انتخاب میکنیم و در کبوتران ADAE باز فقط سراغ ماده ها میریم و این نرها رو با این ماده ها جفت میکنیم و نسل F2 یا فیلیال 2 یا نسل دوم رو به وجود میاریم. و این نسل F2 رو اگر شما توجه کنید، خب دارای مادی ژنتیکی یا ساختار ژنتیکی یا ژنتیک میکاپ ABAC رو دارن، ABAC و ADAE. این نسل دوم نسلی هست که در واقع مورد نظر ما هست. چرا؟ چون هدف حفظ درجه میزانی از ضریب خویشاوندی بوده در
گله ها یا در این تیپ یا در این گنجی پرنده که همون کبوتر نر ای هست که ما انتخاب کردیم. ببینید با رنگ قرمز نشون دادیم، اینجا مسلمه که در جفتگیری اول جوجه های ای بی 50% ژن های پرنده نر رو داشتن، 50% از مادر گرفتن شدن ای بی، و به همین شکل ای سی رو ما اینجا داریم و ای دی و ای ای. پس اینجا ببینید اگر ما بخوام به قول معروف حساب سرانگشتی بکنیم، ببینید اینجا 8 تا حرف انگلیسی رو داریم که از این 8 تا حرف 4 تاشون حرف انگلیسی قرمز A هستن که معرف کبوتر نر A. پس با یک حساب سرانگشتی میشه نتیجه گرفت که 50% ژن‌های این پرندگان در نسل دوم همشون از کبوتر نر A گرفته شده، کاملا مشخص است. پس ما اینجا میبینیم که ژن‌های این پرنده نر A رو حفظ کردیم در گله مورد نظر خودمون.